به نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر، امیدوارم خوش باشین و 13مین روزه ماه مبارک رمضان تا عیدم خوش گذشته باشه. بقیه روزتان هم خوش باشه و خوشی ها به کامتان. همه از شر تمام بلاها، مخصوصا از شر ویروس کرونا در امان خداوند بمانیم و بمانیم. خوش هستم باز هم به بشیر سیرت با یکی دیگر از شهر رمضان ها تا یک ساعت در خدمت قرار دارم. داشته های 13مین برنامه شهر رمضان، مهمان ما هستند آقای دکتر محمد عارف عرفان، مشاور صحت عامه در امور دینی. جناب قاری صاحب حسام الدین طارق از آن شام با فقه شهر کابل قرائت میکنن و باز هم حرف و حدیث با جناب آقای دکتر عرفان و پس از او نعتی داریم به آواز زیبای قاری صاحب مطیع الله و در قسمت پایانی هم با دو فامیل بی‌وضاعت و یا هم نیازمند کمک مواد ارتزاقی صورت میگیره. جا داره که از اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل سپاس شکران داشته باشم و همچنان نهاد خیریه سیف افیوچر یا آینده مسئول که از طرف کشور دوست ترکیه برای فامیل های نیازمند کمک دارن و جا داره که از هر دو کمک کننده سپاس شکران داشته باشیم. آقای دکتر محمد عارف عرفان، مشاور صحت عامه در امور دینی، اولین مهمان ما هستند. حضور شما بخیر باشه و خیلی ها خوش آمدید جناب آقای دکتر. بخیر عافیت باشه. ان شاء الله 13 روز تا عیدم که خوش گذشت. الحمدلله. سلامت باشین. جناب عرفان صاحب، در قبل از ماه مبارک رمضان یک سر و صداهایی بود مبنی بر اینکه ای سال روزه به تعویق میفتن. مردم هم یک چیز میگفت. یک دکتر صاحب یک ویدیو در صفحات اجتماعی نشر کرده بود که گرفتن روزه بدن ضعیف میسازه و زمانی که بدن ضعیف شد فرد زودتر مصاب به ویروس کرونا میشه. ما که لله الحمد 13 روزه گرفتیم و تا یک فردی ندیدیم که شنیده باشیم که این فرد روزه گرفت و ضعیف شد و بالاخره این مصاب به ویروس کرونا شد. خب این دیدگاه ما هست، اما دیدگاه علمی نزد شما هست، میشنیم از زبان شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. نخصوص همه سلام به شما همکارای محترم تکنیک و بیننده های محترم. ما به جای از اینکه یعنی یک خوشخبری هست در این شام رمضان، میخوایم این خوشخبری را همراه همه بیننده های محترم شریک بسازم. اویی که روزه نه تنها سبب تضعیف یا ضعیف شدن سیستم وجود انسان در مجموع سیستم دفاعی انسان نمیشه، بلکه سبب تقویت میشه. او به چی معنا؟ آخرین تحقیقاتی که چند وقت پیش در پوانتون ساوت کالیفرنیا در امریکا صورت گرفته ثابت ساختن که روزه سبب تقویه سیستم دفاعی وجود انسان میشه. چگونه؟ از لحاظ طب یک نوع حجرات است که به نام حجرات ریشه‌ای ما او را میگیم استیم سل. استیم سل حجرات هست که همه حجرات از اوج نشأت میکنه. مثل که درخت و نباتاتش ما میبینیم که از ریشه نشأت میکنن، همچنین حجرات سیستم دفاعی از اینمی استیم سل حجرات ساخته میشن. روزه سبب تقویه سیستم دفاعی میشه به گونه که استیم سل بیشتر کار میکنه. زمانی که استیم سل تنبیه میشه حجرات دفاعی بیشتر میسازه، خاصتا حجرات به نام تی سل یاد میشه. در لیمفوسیت ها در سیستم دفاعی وجود حجرات هستند که بسیار مهم است. تی سل و بی سل سبب تقویه این نوع حجرات میشه و خاصتا یک گپ بسیار مهم ای است که حجرات فرسوده که در وجود بود او را از بین میبره، جایش حجرات جدید و نو و سالمتر جای از اونا را میگیره. بنان روزه نه تنها که سبب تضعیف نمیشه، بلکه سبب تقویه میشه. دوم دلیلی که روزه سبب تقویه سیستم وجود انسان میشه و کرونا سرش تاثیر نداره، حتی در مقابل کرونا یک نوع سیستم دفاعی را تقویه میسازه. او این است که ویروس کرونا زمانی که داخل وجود میشه، داخل حجره انسانی میشه، در موجودیت گلوکوز بیشتر تکثر بیشتر میکنه. ما شما میفهمیم که ویروس کرونا در 24 ساعت یک ویروس 10 میلیون مرتبه تکثر میکنه. یعنی یک وایر 100 لک چوچه تولید میکنه به زبان ساده. خب این زمان تسریع میشه یا این روند زمان تیز سریع میباشه که گلوکوز مقدارش زیاد باشه. یعنی تکثر ویروس کرونا در موجودیت مقدار کافی گلوکوز تکثر بیشتر میکنه. در روزه ما شما میبینیم که مقدار گلوکوز پایین میاد. پس روزه غیر مستقیم یا مستقیم سر تکثر ویروس هم تاثیر به اصطلاح منفی داره. یعنی به این معنا که در حالت روزه تکثر ویروس اندک است، کم تکثر میکنه. بنان روزه الحمدلله مثل که تمام احکامات دین ما اینمیتو در مطابقت کامل با طب و ساینس است. روزه هم امروز ثابت شده در پهلوی از اینکه بسیار مفادات فواید بسیار زیاد داره. ای هست که روزه نه تنها که سبب تضعیف سیستم در مجموع بدن نمیشه، سیستم دفاعی بدن نمیشه، سیستم دفاعی خاصتا، بلکه سبب تقویش میشه. البته یک نزاکت یا یک باریکی جو وجود داره که افراد صحتمند است یا که افراد مریض است. ما شما در شریعت تمام احکامات بر دو بنا استوار است، یا عزیمت است یا رخصت است. عزیمت کسانی که صحتمند هستند اونا باید روزه بگیره و روزه برشان صحت داره، مفید است، توصیه میشه. و اونایی که افراد مریض هستند، مثلا امراض متممه داره، مثلا مادران شیرده هستند، حامله هستند، یا کسانی که کهنسال هستند زیاد، برای اونا در مجموع باز رخصت وجود داره و دین اونا برشان رخصت داده که اونا میتونن که روزه نگیره. در مجموع بر افراد عام جامعه، کسانی که صحتمند هستند، کدام مشکل خاصی نداره، روزه به جای از اینکه ضرر داشته باشه، فواید سلامت باشه. به نهایت بسیار تشکر. پس آمار که روز به روز بلند شده میره، در منظور ما کشور خود ما هست، در افغانستان، علت و عامل از چی است جناب دکتر صاحب؟ من فکر کنم تقریبا ما او توصیه های صحی که صحت عامه به ما شما میته او را زیاد جدی نگرفتیم. ما بهترین امروز حداقل ما امرای دکتر صاحب از جامعه صحی اگر آدم شکایت بکنه در بین دکترها، من دو روز پیش پروفسور را دیدم، دوست بسیار گرامی محترم ما هست، پروفسور داخله است، استاد پوانتون طبی هست، آدم بسیار دانشمند بزرگ است. بعد از وقتا همراهش سر خوردیم. من از یک فاصله میخواستم همراه از اونا صحبت کردم، او پیش آمد گفت نه بیاره بغل کشی کنیم و بغل کشی کرد، دست داد مرا. خب دو روز پیش عین شکل در یکی از مجالس صحت عامه ما حضور داشتم که 6-7 نفر از دکترها، رئیسا، متخصصین، کسان آگاه اوجه بودن. یقین کنین که در یک حلقی که 1 متر در بینشان فاصله نبوده، به دور هم جمع بودن و با هم صحبت میکردن. این حال جامعه صحی ماست. اگر ما به بازار بریم، به طرف اطراف بریم، تقریبا مردم اصلا مراد نمیکنه. دست دادن، روبوسی، بغل کشی و چیزایی که صحت عامه جدا او را ممنوع قرار داده و این سبب سرایت مرض میشه، او را مراد نمیکنه. خب این موضوعات در پهلویش خب طبعا که زمینه سرایت مرض بیشتر میسازه دیگه. یعنی در مجموع اگر خلاصه بسازیم، مردم توصیه های صحت عامه را اوقات جدی نمیگیره، میگیره. در مجموع ناشکری نکنیم، الحمدلله بسیار مردم از کسای آگاه هستند که به این موضوعات اهتمام نشان میتن، ولی عام مردم که میبینیم حتی در رسانه های اجتماعی شما میبینیم. ما دیروز بله یک کسی از شعرا بود، ایتو یک شعر سروده بود که گویا اصلا کرونا به افغان ها و مسلمان ها هیچ ارتباط نداره. حالا که چنین نیست. بنان اگر این سیر پیش بره، به این گونه بره، ما خدا رحم کنه به حال ما شما سلامت. پس خب اگرچه توصیه ها بار بار تاکید شده رویش، به خاطر از اینکه ما بیشتر از این افراد مصاب به این مرض نداشته باشیم، شما چه توصیه های جدیدی اگر دارید میشه شریک بسازید؟ بله از اینکه توصیه های گذشته که صحت عامه بر او بسیار تاکید میکنه، یک توصیه که بسیار بسیار مهم است، چون فاصله را متاسفانه شاید یک کسی مراعات کرده نتونه، خود درست حفظ لسیش مراعات نکنه، پاکی صفایی دست با صابون و آب و سنتایزر یا هم دیگه مشکلات. یک چیزی که امروز ثابت شده و پیام وزیر صحت عامه هم مشخص در این مورد بود و ایست که آب شیرگرم با نمک ایره غرغره کردن در جریان 24 ساعت بسیار مفید است. و ما به صفت ما نمیخوایم که چه رقم عنوان کنیم این موضوع را؟ یعنی حتی ما میتونیم که در جریان در زمانی که روزه هم داشته باشیم میتونیم از این چیز استفاده کنیم. اما بله بله شما اما را میدارین که وقتی که غرغره میکنین شاید آب داخل حق شوه و یکی از شکننده های روزه. دقیق این آب نیست، این دوا هست. آب جمع نمک، این نمک است و به اصطلاح بسیار عام وطنی ما شما این زقته است. این چیزی نیست که این را آدم خورده بتونه. شما آب نمکی او قابل خوردن نیست، قابل نوش نیست، او فقط دوا هست. مثل که پیچکاری در اینجا استطباب داره که پیچکاری را کسی که مریض باشه پیچکاری کده میتونه، یا کسی که مریض باشه سیروم استفاده کده میتونه، یا کسی که مریض باشه آل چون خطر آمده، خطر به همسایگی ما آمده، در همسایگی ما کسا هم مبتلا شدن و هم کسا فوت شدن عملا. بنان ایره من حیث یک وقایه ما او آب تیر نمی کنیم، او یک دو قطری که اگر خدای نخواسته تیرم میشه. دین سهولتای داره، دین بسیار یعنی در ایجا امو چه رقم اینوال کنم، یعنی دین ما یک دین ساینتیفیک است، دین فیزیولوژیک است، دین علمی هست. زمانی که در اینجا ما میبینیم که خطر هست، یک طرف اگر خدای نخواسته یک کسی مبتلا میشه در حالت روزه، خودش خانوادهش و این مرض به اجتماع سرایت میده. خب این خطر بسیار بزرگ است. اگر ما بدانیم با یک غرغره آب و هم همیش نه، فقط مثلا در وقت وضو و هم با اهتمام از اینکه اصلا ای تو هست سیرت سیب روزه خو یک عمل هست که از قلب به خاطر رضای خدا به ایمان کامل و به اخلاص کامل یک کسی اجرا میکنه. اگر خدای نخواسته یک کسی بنامی یکی دو قطره او که غرغره میکنه به او چشم دخته باشه و با خدای خود خدای نخواسته ناراستی میکنه، خب او دیگه سوال دیگه هست که اصلا اخلاص در روزه وجود نداره. اگر ما یعنی به مفاد بزرگتر که حفظ حیات انسانی هست در مقایسه با ای که مثلا با یک دو مرتبه غرغره کردن هیچ مشکلی وجود نداره. من شخصا یعنی سبب کشته شدن ویروس کرونا میشه چه قسم دکتر صاحبی؟ غرغره کردن آب با نمک کاملا خود غرغره کردن آب نمکدار این سبب میشه که ای تو یک محیط ما که از لحاظ طبی برش پی اچ اسیدی و پی اچ قلبی میگه، یعنی ای تو یک پی اچ را به وجود میاره که ویروس اوجا رشد کرده نمیتونه، سبب مرگ ویروس میشه. یعنی خوبترین وقایه و تداوی هست، هم وقایه است و هم تداوی است. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب. فرصت از آن هم نزدیک است. شما بیشتر گفتین که کلوگوز و یا هم عامیانه‌تر بگوییم شیرینی باب سبب تکثر بیشتر ویروس کرونا میشه. پس یعنی در قسمت رژیم غذایی هم چیزایی که قندباب بیشتر داره شبیه به خرما یا برنج یا نان خشک اینا باید یک مقدار آدم دست بگیره. یعنی اگر گلوکوز مقدارش کمتر باشه برای تکثر ویروس کرونا بهتر است. هرچی مقدار گلوکوز کمتر بهتر. بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز. نشر زمان سنج و پس از او قرائت اذان شام به افاق شهر کابل. التماس دعا. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، بسیار زیاد تشکر از جناب قاری صاحب حسام الدین طارق. بفرمایید جناب قاری صاحب، شما افطار تا نکنین. بسیار زیاد تشکر. دوستای عزیز، برای شما هم افطار خوب و خوش آرزو دارم. اگر در شهر کابل هستین، اگر در سایر ولایات که ممکن اندکی به تاخیر فرصت افطار شما فرا برسه، التماس دعا و افطار خوب و خوش. ادامه شهر رمضان پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه شهر رمضان را از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. امیدوار هستم یک افطار خوب و خوشی را سپری کرده باشین. با جناب آقای دکتر محمد عارف عرفان، مشاور دینی وزارت صحت عامه هستیم. استاد، شما بهتر می‌دانید که دین و روایات، روزه گرفتن یکی از منابع رفتن به طرف صحتمند شدن میدانند. یعنی صوم و تصیحو، روزه بگیرید تا صحتمند شوید. میخواهیم که شما آموزشی داشته باشین از منابع طبی با دینی که یعنی گرفتن روزه چقدر میتونه مفید باشه برای صحت ما. سبحان الله، سبحان الله. من اگه به زبان ساده که آن فهم باشه خدمت شما عرض کنم، این است که روزه تو یک چیزی است مثل که آدم جوان میسازه. ساده. دلیلش هم این هست که در وقت روزه تو هورمون های در وجود انسان افراز میشه که سبب به اصطلاح جوان شدن وجود انسان میشه. به این معنی گروت هورمون، گروت هورمون یا هورمون نشونما در وقت روزه افراز میشه، هم در وقت افطار و هم در وقتی که ما شما به سحری میخیزیم. گروت هورمون از همون نامش معلوم است که هورمون نشونماست، وجود نشونما میت در مجموع. حتی هورمون دیگه هست که به نام هورمون سیروتونین یاد میشه. هورمون سیروتونین یا هورمون خوشی هست، امی که مزاج ما خوش می باشه. این ناشی از اینمی سطح اینمی هورمون است. در وقت روزه، خاصا در وقت افطار، نزدیک به افطار، سطح این هورمون بلند میشه، افرازات این هورمون زیاد میشه. یعنی یک تراوت، یک شادابیت فکری و ذهنی به آدم، روحی به آدم رخ میده. و در پهلوی از این هورمون دیگه افراز میشه به نام اندورفین. اندورفین ای تو یک هورمون هست که چند خاصیت داره، هم آرامش بخش است و هم تاثیر ضد التهاب داره، هم تاثیر ضد درد داره. یعنی اگر در بدن درد باشه، درد کاهش میده، اگر التهاب باشه، التهاب فروکش میکنه. که کرونا خودش شدتش در او مریضا بیشتر است که در اوج التهاب شدید است. هرچی التهاب شدیدتر و خامت مرض بیشتر. پس روزه زمانی که اندورفین افراز میشه، که خود اندورفین از مورفین گرفته شده. مورفین، امی که مورفین امروز در دنیا طرفدار داره یا مردم استفاده میکنه، یک دلیل داره. دلیلش اونمو آرامشی است که به وجود میاره. بنان اندورفین سبب از این میشه که التهاب کاهش پیدا بکنه و سبب خوشی بر انسان میشه. و تاثیرات دیگه از که شما فرمودین که پیامبر سلام میفرمه که شما روزه بگیرین تا صحتمند باشین، یقینا فشار بر تمام وجود، خاصتا بر سیستم هضمی کم میشه، انرژی ذخیره میشه. و این انرژی به شکلی است که امو حجرات فرسودی وجود از بین میبره، او را میکشه به جایش. اونمو که گفتیم که سیستم سل یا حجرات به اصطلاح ریشه ای او تکثر میکنه و هم سیستم دفاعی هم رشد میکنه و هم سر دیگه قسمت های وجود تاثیر چی داره. گپی بسیار مهم دیگه ای است که خود روزه تقریبا تداوی شکر است. به خاطر از اینکه در روزه حساسیت حجرات نسبت به گلوکوز بیشتر میشه. این موضوع از لحاظ طبی تو معنا داره، یعنی این تو تاثیر داره که مریضای گلوکوز تداوی میکنه، مریضای شکره. یعنی روزه برای مریضای شکر در حقیقت اگر البته بسیار مزمن جدی نباشه، مزمن جدی نباشه کاملا، چربی‌هایی که چربی‌های مضر که به نام LDL یاد میشه، VLDL یاد میشه، اونا را کاهش میده و این سبب بهبود صحت انسان میشه. و چیزی بسیار مهم دیگه این از تاثیرات روزه که دیتوکسیفیکیشن یا اونم سمزدایی مواد سمی یا زهری که در وجود در نتیجه استقلاب به وجود میاد، تولید میشه، او را از وجود خارج میسازه، او را از وجود بیرون میکشه و سبب صحتیابی انسان میشه. مهمترین تأثیری که اگر فشار خون مثلا نورمال میکنه، این تأثیر بسیار عمده دیگه روزه هست. در مجموع بر تفکر انسان خاصتا تأثیر بسیار مثبت داره، به خاطر ازی که همش اگر با شما به نصوص دینی مراجعه بکنیم، تقوا با گرسنگی یک رابطی بسیار تنگاتنگ یا نزدیک داره. تقوا در کسای بیشتر می باشه که اونا زیاد سیر نمیخورن، زیاد به اصطلاح پرخوری نمیکنن. هر اندازه ای که نبی علیه السلام میفرماید که من هرگز اونا سیر نخورده بودم. بله. همیش همون که میفرماید که شما معده را به 3 حصه تقسیم بکنن، این دلیلش همین گپ است. و گپی بسیار مهمه که من فکر کنم از لحاظ روانی روزه تأثیری که داره، او عبارت از این هست که نفس اماره را به نفس لوامه تبدیل میکنه بدون شک. یعنی و این عملا مشاهده میشه، ما میبینیم. همین نفس اماره تو بسو که ما شما 4 نوع نفس است، نفس اماره است، نفس لوامه است، نفس ملهمه است و نفس مطمئن است. روزه نفس اماره بسو که انسان به بدی، به فحشا، به گناه، به کار بد وامه داره، سبب اعتماد به نفس میشه، سبب ارتقا میشه، سبب نفس لوامه میشه. بسیار تشکر. اما ما در ظاهر بیشتر بعضی کسها، یعنی بعضی از دوستایی که ظاهر بین است، میگیم خب روزه با گذشت روزه میگیم لاغر شد، بیچاره روزه را سپری کرده. یعنی ما صحتمندی را در چاقی میدانیم، یک مقدار که اگر رنگ زرد شد یا یک مقدار یک انسان روزه‌دار وزن باخت، میگیم یک مقدار این روزه را سرگذشتن. گویا که یک بسیار وقت سخت و دشواری را با روزه داشت و این با روزه بسیار وقتهای بسیار زیادی را دست پنجه نرم کرده بود و از این گونه مسائل. با این گونه افکار شما چه پاسخ دارید؟ کاملا متاسفانه یک چیزی که ما شما از متفلیت آموخته شده این است که از متفلیت به ما گفته شده که بخو بخو و یکی به دیگه تعارف هم میکنیم. این بخو هر روز شما تصور کنین که اگر یک آدم روزانه 1 لقمه اضافه بخوره، در سال 360 لقمه میشه، در 10 سال 3600 لقمه میشه و این به 20 سال بسیار انرژی زیاد است. تحقیقات طبی ثابت ساخته انسان از 10 لقمه که میخوره، 2.5 لقمهش ضرورت وجودش است. یعنی 7.5 لقمه ازی اورلود است، اضافه است. یعنی به زبان تکنیکی اگر بگوییم، وجود انسان الله رب العزت چنین ساخته که بسیار یک ماشین کم مصرف است و چیزی کم کار میده. یعنی اگر بگوییم روزمره مثلا یک آدم 3 نان میخوره، 1 نان کفایت میکنه. ولی متاسفانه چون ما از ابتدا از ابتدای پرورش طفولیت، والدین از محبت زیاد به ما نان زیاد دادن و در میهمانی ها دوستایی که به دیگه تعارف میکنن، اینمی بالاخره بس به عادت انسان تبدیل میشه. سلامت باشین. من یک بحث در شبکه‌های اجتماعی خواندم جناب دکتر صاحب که حتی اگر طفل گریه میکنه، باید سیستم شیردی داخل یک چوکات باشه. ایره مادر هر ارزگاهی که گریه میکنه، ایره با شیر آرام نکنه. دقیق است. یعنی باید روش های دیگه داشته باشه به خاطر آرامشش، نه تنها با شیر دادن. دقیق است. من حتی به تایید فرمودی شما عرض کنم سیرت صاحب که میگن که شما اطفال زمانی که تا که خوب گرسنه نشده باشه برشان نان ندهید. چرا؟ به خاطر که در گرسنگی گروت هورمون یا هورمون نشونما. بسیار تشکر دکتر صاحب. ببین سر بحثای اخلاقی قرنطینه و کرونا اندکی بپردازیم. وضعیت که آدم میبینه، خب اینه حدودا شاید 1.5 ماه یا 2 ماه از قرنطین گذشت و شاید این ادامه پیدا کنه. فرض کنین از یک طرف قرنطین و از دیگر طرف اقتصاد شهری ما کاملا ضعیف و بالاخره اگه این ادامه پیدا میکنه وضعیت شما چگونه میبینین و بالاخره چه راهکاری شما پیشنهاد دارین تا در اون دسترخوانی که لقمنان یافت نمیشه او هم صاحب لقمنان باشه؟ چون بیچاره دیگر نه دستفروش است، نمیتونه بار در سرک کار کنه. من امروز شام پیش از شروع برنامه بعد از یک برنامه فخروزه خلاص شد تا چاره انصاری رفتم، دیدم که مو چند کراچی یک بولونی پخته بودن، حتی کس نبود گورا را بخره. خب بالاخره اگه وضعیت قسم ادامه پیدا کنه و دسترخوان ها تهی از نان و خالی از نان شوه، بالاخره راه بیرون رفت از این معضل. من فکر کنم بیان ما شما اول نسبت به هر چیز اول مسلمان هستیم الحمدلله، بعدا دیگه موضوعاتش. بله ما مشوره ما، توصیه ما، خواهش ما، پیشنهاد ما، نظر ما به صفت یک برادر خیرخواه مردم این هست که مردم منتظر حکومت نشینند. حکومت کاری که میکنه چیزی که در توان داره و اگر ما بگوییم که فساد وجود داره، فساد از امروز نیست، فساد ده ها سال اگر بگوییم قرنها در اینجا ریشه داره. یکی از عوامل سقوط حکومت امان الله خان فساد بود. در پهلوی دیگه موضوعاتش فساد به اوج رسیده بود، رشوت بسیار زیاد شده بود همین امان الله خان. بنان بهترین کار این هست که مردم خشاوندا و اقارب در بین خود به هم رسیدگی کنه. به چی معنا؟ در بین چند کسی اگر فقیر وجود داره، آدم ثروتمند حتما در بین خیشایش وجود داره. هیچ تو یک کتله از مردم پیدا نکنیم، مثلا یک قریه را ببینیم، مثلا یک قوم را ببینیم، یک قبیله را ببینیم که در اوجه مردمای دارا و نادارا اردو در پهلوی هم دیگر هستند. بنان خوبترین چیز که از لحاظ ایمانی، از لحاظ اسلامی توصیه میشه که اقارب به حال اقارب رحم کنه، خیشاوندا به حال خیشاوندا رحم کنه. این هم دنیاست، هم آخرت است، هم صله رحمی است، هم اسلامیت است، هر چیزی که بگوین این هست و بهترین مثالش این هست. ما نسبت به این که این خیر کمک اقتصادی که مردم به افراد بیگانه میکنه، این را باید به خیشاوندای خود بکنه. چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث بسیار مشهور در مشکات شریف این حدیث نقل شده، میفرماید که صدقه به بیگانه تنها صدقه است و یک نیکی داره. صدقه به افراد خیش از خود خیشاوندا هم صدقه است و هم صله رحمی است، پس دو نیکی داره. میگه رسول صلی الله علیه و سلم دستای مبارک خود گرفت که شما بگوین این یک است این دو، کدام یکی زیاد است؟ دو زیاد است. یعنی ما اگر تنها به افراد بیگانه صدقه میتیم صدقه ما شد، ولی اگر به خیشاوندای خود صدقه میتیم، برادر ما است، خواهر ما است، کاکای ما، ماما، هم کسایی که بسیار به آدم نزدیک است. اگر دور آدم بتاره خو سبحان الله گم بهتر است. اگر مردم در بین خود چنین صندوق های خیریه ایجاد کنند، فامیلا در بین خود و در اوجه هم کسایی که صاحب توان هستند، خداوند برشان استطاعت مالی داده، اونا به خیشاوندای خود دستگیری کنه. هم دنیاست، هم آخرت است، هم صله رحمی است، هم انسانیت است، هر چیزی هست. سلامت باشین. این وضعیت انجام دکتر صاحب، چون شما بخشی از وزارت صحت عامه هستین، تا چه وقت ادامه خواهد پیدا کنه؟ این بحث قرنطینه منظورم است که فعلا حد اکثر شهرهای افغانستان در حالت قرنطینه به سر میبره. بالاخره این ویروس کرونا با آمدن گرمی یعنی امکانات از بین رفتن از این میره نمیره چگونه؟ سیرت صاحب مثل که شما در جریان هستین، اگر اول ما به تاریخ وباها نظر کنیم، وباهایی که آمدن، وباها در مجموع دو نوع سیر داره. یک سیر حادش است، یک سیر مزمنش است. سیر حاد اوست که به شکل آنی بلند میره، تلفات بسیار زیاد بار میاره، پس سقوط میکنه و سیر مزمن است و معمولا وباها چند سال دوام میکنه. یعنی اگر کوتاه‌ترین وبایی که به ما و شما نزدیک بوده، وباهای مثلا در 1918 تا 1920 وبایی بود، اسپانیش فلویا به اصطلاح همین سینه بغل اسپانیایی بود. این در حدود 3 سال دوام پیدا کرد. تو نبود که یعنی برای 1 ماه یا 2 ماه یا 3 ماه بود دیگه ختم شد، نه، بلکه تا 5 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال دوام میکنه. باز خاصتا در شرایط ما متاسفانه که هم فقر است، هم مردم بیسواد هستند، هم سطح آگاهی مردم پایین است، هم جنگ زده هستند، هم بیکاری است، یعنی مصیبت های متعدد در اینجا وجود داره. در اینجا با فکر کنم سیر مرض شاید اندکی طولانی تر باشه و اگر خدای نخواسته مردم باز هم میگم توصیه های صحی را مراعات نکنند، خاصتا خود پرسنل صحی و خواهش ما، درخواست ما به صفت یک برادر خیرخواه این هست که همه ما و شما امو چیزی که در توان داریم او را اجرا کنیم. امو توصیه هایی که برای ما شده او به خیر ما و شما هست، او به صحت ما، به سلامت ما هست. او را اگر اجرا کنیم ما امیدوار به خدا هستیم که ان شاء الله سلامت باشین. دکتر سفیر، رسانه‌ها را که ما تعقیب میکنیم خدا فعلا واکسینی به خاطر از بین رفتن ویروس تا جور نشده. یعنی معلومات شما چی است؟ با چه راهکاری میتونیم که گذشته از یک توصیه هایی که از آغاز وزارت محترم صحت عامه روش تاکید داشت، چه راهکار دیگه میتونه یعنی کمتر افراد کمتر دیگه ما شاهد باشیم مصابه ویروس شدن؟ اول خود توصیه های سی بسیار مهم است، خواستن در ماه رمضان غرغره کردن آب نمکی بسیار بسیار مهم است. واکسین کار سرش جریان داره، 4 کشور است، چین است، آلمان است، انگلستان است و امریکا. اینا فعلا کار جریان داره. البته واکسین یک پروژه بسیار طولانی مدت می باشه، معمولا حتی 5 تا 10 سال وقت نارملی میگیره. خب این واکسین فعلا چین یک کمک جلوتر است. مراحل اول مراحل تجربه حیوانی می باشه که سر حیوانات تست میکنن. مرحله دوم سر یک گروپ محدود از انسان ها تست میکنن. مرحله سوم باز طیف وسیع تعداد زیاد از انسان ها تست میکنن. چین فعلا تنها در مرحله از دیگه کشورها پیشتر است که در مرحله کنترل سر تست سر انسان ها قرار داره و آلمان همچنین در عقب از او هست، انگلستان و امریکا هم. امیدوار هستیم، امید به خداست که شاید خب فکس گفته نمیتونم، همین که سازمان سی جهان میگه که در حدود 1 تا 1.5 سال ما تا واکسین وقت داریم، گپ منطقی است. و سازمان سی جهان این هشدار هم داده که ویروس ممکن برای مدت زمان با ما و شما باشه. با این خطرات فعلا وجود داره، خاصتا مثل که ما شما واکسین های دیگر رو میبینیم، پولیو رو میبینیم. پولیو رو شما ببینین که دیگه تمام کشورها پولیو رو محو کرد، مگر در کشورهایی که 3-4 کشور است که تنوز اندمیک مانده، یعنی تنوز ما شما پولیو رو داریم. پولیو عیناً کرونای قرن 20 بود، در شروع در اواسط قرن 20 پولیو عین وحشت ایجاد کرده بود. یعنی مردم از بم اتمی او حراس نداشتن مثل که از پولیو حراس داشتن. به 10 هزار، 100 هزار انسان کشت و سبب فلج شد. منطقه دیگه کشورها اون محو کرد، ولی میبینی افغانستان و پاکستان، نایجریا و سومالیا چند کشور محدود مانده که دانا ما به نام پولیو اندمیک یاد میکنیم. ما با استفاده از این فرصت باز میخوایم به مردم شریف خود یک نقطه را تذکر بدم که تمام واکسین های وقایوی، دواهای ضد وبا هستند. هر واکسین به ضد یک وبا ساخته شده. منتها ما شما امروز واکسینش داریم. اگر این چیچک بود، اگر این سرخکان است، اگر این توبرکلوز است، اگر این مثلا سینه بغل است، اگر این مثلا پولیو هست، اگر این مثلا زردی سیاه است، اگر این سرفی وفین کپ به اصطلاح سیاه سرفه هست، یا دیگه امراض 13 و واکسین ما شما وقایوی در وطن داریم. هر یکی از یا دواهای ضد وبا هستند و ما احترامانه از مردم، خواستن از والدین تقاضا میکنیم کونا وقتاً فوقتاً منظما اولادای خود واکسین کنند و وقایه کنند. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب. شما را به سلامت داشته باشید. خیر عافیت باشید. وجودتان به سلامت. سپاس شکران باز هم از جناب دکتر محمد عارف عرفان، مشاور دینی وزارت صحت عامه، ادامه شهر رمضان پس از وقفه.